همه مثل این که جستجوگر تشنه یک ذره نشاط بودن در جامعه ایرانی همیشه. اگر نگاه کنیم به این کار شعرها و نویسندگان، آثار دیپریشن رو واقعا میبینیم. دیپریشن یعنی افسردگی، چون این وقایعی که بروز کرده توی مملکت ما در هیچ مملکتی بروز نکرده. این همه قتل و غارت و کشتار و بی‌انصافی و ستمگری و اینا که در مملکت ما شده در کمتر کشوری بوده. این است که زبان شعر پارسی زبان مغمومی است، زبان حزینی است. حافظ رو نگاه میکنیم یک چهره بسیار بسیار محزون، متفکر و شاکی از روزگار دارد. بسیار بسیار کم هستند شعرهایی که دکه در اوراق آنها نگنجد ملال، خیلی خیلی کم هستند. یکی سعدی است، میفرماید در اوراق سعدی نگنجد ملال، که دارد پس پرده چندین جمال و منوچهری لامغانی. خیلی کم هستند. بقیه که نگاه کنید اینا در واقع انعکاس حقیقی روحیه جامعه است در شعر شاعر. همواره حافظ تشنه یک ذره نشاط و شادی هست و میخوام خدمت شما عرض کنم که ما هر رشته ای رو بکشیم سر رشته برمیگرده به این اسلام عزیز و عرض میشود که دو سه مورد دیگر. خصومت با زیبایی، دشمنی با نشاط و شادی در ذات این داستان مرکوز است. خیلی عجیبه واقعا. خصومت با هر چه زیباست، کینورزی با اون چه دارای جاذبه هایی است که مردم رو به خود جمع میکنه. و دلیلش هم من خدمت شما بگم چه چیزی است واقعا. اینا نه دلیل الهی دارد نه دلیل آسمانی دارد. اینا مثل دکان هست. فرض کنید ما وارد میشیم به دکان، دکان آهنگری داریم، دکان نانوایی داریم، دکان زرگری داریم، دکان کفاشی داریم، دکانهای مختلف داریم، یه دکانی هم داریم دین فروشی. خب وقتی یک دکانی باز بشه بعد اون چنون دارای جاذبه باشد که مشتریان اونجا جمع شوند، در این دکان کسی حاضر نمیشود. که فرض کنید میکلانج اون سو کارگاه داره، یه آخوند هم این سو داره مسئله میگه، خب کسی نمیاد آخوند. این باعث همه اونا رو تعطیل بکنه. اون چه زیباست، اون چه دارای جاذبه های هنری و عاطفی است رو تعطیل بکند که این عرض کنم که دکان این رونقی بگیره. وگرنه چه دلیلی داره؟ چون انسان با شادی و نشاط زنده است. یعنی فرهنگ ایران قدیم به خصوص مبتنی است بر شادی و نشاط و آباد کردن گیتی، دوری جستن از جوکیگری و مرتازگری و روزه گرفتن و اینها، پرستیدن مهرگان دین اوست که آبادی خاک آیین اوست. آباد کردن خاک، موسیقی، این پهنه موسیقی ایران که یادگار روزگار قدیم بوده واقعا حیرت انگیز بوده چه میزان ایرانی ها در واقع تولید موسیقی میکردن. یعنی لازمه اون طرز تفکری که از زرتشت آمده بود، اینها شادی و نشاط و موسیقی طرب. هر شعر حافظ رو بخونید یک فیلسوف مغموم محزون رو میبینید که دچار واقعا افسردگی است. میفرماید در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. خب هر کی وضعیت اون شیراز و اون روزگار و اون جنایات و اون حرفا رو ببینن میبینند که حافظ دچار افسردگی بوده واقعا. جستجوگر یک لحظه آزادی از رنج غم، اون رو در میخانه پیدا میکرده و در حلقه رندان. بیزاری این مرد بزرگ از شیخ و ملا و آخوند یک وضعیتی اسطوره‌ای است واقعا. بیزاریش مرد بزرگ و نابغه هنر. یک اشاره ای کردم من به یعقوب لیث صفاری. به چه دلیل؟ به اون دلیل اون بحثی که پیش آمد من باب این که در زابل در شاهراه شهید طباطبایی عرض می کنم که یه آقای جنایتکاری
شهید شده است مقابل بیمارستان شهید امیرالمومنین و اینها، و بس از اینجا شد که آقا در یک استان که مردم زندگی می کنند دارای ارزش ها هستند، دارای تاریخ هستند، دارای رجال هستند، کسانی هستند که به اونها علاقمند هستند، این هست که و این محل در واقع مال اونهاست. شما نمی توانید ارزش های یک استان دیگری رو، یه سرزمین دیگری ببرید و به زور چماق اونجا تحمیل بکنی. این توهین به مردم اون سرزمین هست. من نمیدانم، گمان نمی کنم در کل سیستان و بلوچستان و کل اون منطقه که در واقع زادگاه یعقوب لیث صفاری بوده، فکر نمی کنم چیزی به نامش باشه. اما فلان سید گدا که کارش خمس و زکات خوردن بوده و مفت خوردن و گمراه کردن مردم و نفی معرفت و نفی علم و نفی انسانیت و بستن در نشاط و باز کردن در ریا، حتما اونجا بساطا دارن، بیمارستان دارن، شاهراها به نامش. این واقعا یک ادبار تاریخی است ما رو گرفته هموطنان، ادبار تاریخی است به جهت اون که دو ایدئولوژی با ایرانی، با در واقع با ایرانیت در نبرد بوده. دو ایدئولوژی، یکیش اسلام عزیز بوده، یکیش هم در عصر جدید عرض میکنم که همین داستان چپگرایی و قضایایی که به میان افتاده است در مملکت ما حدودش از 70 سال به خصوص 70-80 ساله است که اینها با ارزش ها، نفی ارزش های ایرانی، نفی تاریخ مملکت، نفی بزرگان کشور. آقا ما نمیتوانیم دارای شخصیت باشیم، احساس شخصیت کنیم، احساس بزرگی بکنیم، بگیم ما در جهان چنین بودیم و چنان بودیم و چنین ملتی هستیم، یعنی تنها چیزی است که داریم، و بعد بزرگان مملکت رو، بزرگان تاریخ رو نفی بکنیم و توهین بکنیم. این کار این گروه بوده. و یه عده‌ام البته کسانی که اطلاعاتشون اندکه و معمولاً مغلطه جزء به کل میکنن، مقصود این که اگر سواد بنده در باب آقا محمد خان قاجار کمه و در ضمن ادعای دانش هم دارم، به معنی که میگه آقا محمد خان میگه آقا محمد خان همون بود که رفت کرمان 20,000 نفر رو مثلا کور کرد، خیلی خوب تمام شد. بعد شروع میکنم به کار بردن مغالطه تشبث به عواطف، شروع میکنم عواطف شما رو تحریک بکنم که بله این چنین فلان فلان شده بوده، کور میکرده، چنین بوده فلان، هیچی دیگه. آقا این یک داستان مهم است، این داستان آقا محمد خان هزارها واقعه بوده تا منجر شده است به این واقعه کرمان، بقیهش پس چه شد؟ این چه تاریخ شناسی است؟ تأثیرات سیاسیش چه بوده؟ درد میکنم که لشکرکشی ها چی بوده؟ مقصود این مرد از داستان چه بوده؟ چگونه به قدرت رسیده؟ برادرانش کسی بودن؟ میلیون ها در واقع واقعه در اونجا، در اون جامعه پیچیده، هر جامعه پیچیده است در واقع، و ما می توانیم چیزها بدانیم در باب در تاریخ، همه چیز رو نمی توانیم بدانیم، اما اینکه یک نکته رو بگیریم و اون رو تعمیم بدهیم و مغالطه کنیم، متشبث بشیم به عواطف. نادرشاه افشار همون بود که پسرش رو کور کرد، همین رو بلدیم. یا شاه عباس کبیر، مرد بزرگی که در واقع ایران رو ساخت در روزگار این هزار و چند صد سال بعد از عرب، ما پادشاهی به عظمت و بزرگی و ایران سازی شاه عباس کبیر سراغ نداریم.